محترم شهر زیبای مونتریال. ما همین الان از شهر ونکوور بعد از یه جای خیلی خوب رسیدیم به شهر مونتریال و با توجه به اینکه بلیطامون هم سولد شده فکر کنم خوشحال‌ترین و میتونیم اجرای بهتری رو احتمالاً داشته باشیم و آماده‌تر هم بشیم حتی برای تورنتو. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحالیم و فردا کلی منتظر تویم تا در آسکار پیترسون سنتر هال شما رو ببینیم و یه اجرای درجه یک از نمایش کمدی شبکاری براتون روی صحنه منم آرزوی خوشبختی براتون میکنم. چه پای همپی میشه علامت چرا آرزو میکنیم که فردا تشریف خانم کارگردان سهرا فتحی تهیه کننده عزیزمون آقای محمد روز که در ایران هستن، آقای محمد عزیز، علیرضا عزیز که از تهیه کننده محترم شهر هستن، شهر باشیان هستن. همونطور که آقای کرمی فرمودن ما در آسکار پیترسون سنتر هال منتظر شما هستیم ساعت 7 شب تاریخ 14 سپتامبر. اشتباه نکنید. شما نیستن که میبینیمتون منتظر. مرسی از همتون. درود. امروز 14 سپتامبر 2018 اومدیم به سالن اسکار پیترسون. قراره که نمایش شبکاری با بازی خانم بهنوش بختیاری، آقای احسان کرمی و کارگردانی خانم سهرا فتحی به روی صحنه بره. با ما باشید. خسته نباشید آقای کرمی. متشکرم، خیلی ممنونم. از اجراتون راضی بودین؟ بالا مردم باید راضی باشن، ولی بله من به عنوان بازیگر خیلی بهم چسبید این اجرا. میتونم بپرسم چرا؟ خب سالن بزرگی بود، پر بود و اینکه به هر حال ما بعد از اجرای ونکوور که اونجا هم خیلی اجرای خوبی بود و حالا با بچه ها صحبت میکنیم، یکی میگه من اونجا بیشتر دوست داشتم، یکی میگه اینجا بیشتر من دوست داشتم، به هر حال جا افتاده تر میشه برامون دیگه. برای من دلایلش این بود. من ولی امروز خیلی روی صحنه حال بهتری داشتم. جایگزین آقای درخشانی شدید. سخت نبود براتون خودتون رو برسونید به این تئاتر؟ راستشو اگه بخوام دروغ بگم و بگم باهای خیلی سخت بود، اصلا خیلی اذیت شدم اینه، ولی واقعیت اینه که توی بچه های تئاتر این اتفاق خیلی میفته. بوده وقتایی که مثلا من نتونستم خودم رو در دقیقه 90 به یک تئاتری برسونم، یه بازیگری اومده چند روز جایگزین شده، یا نه اصلا یه تئاتری مثلا دو ماه رو صحنه است، من یک ماهش رو میتونم برم، بعد یه بازیگر دیگه بیاد جایگزین شه. از این اتفاقات تو تئاتر ایران زیاد میفته. برای منم افتاده، این فکر کنم بار سوم بود یا نمیدونم چهارم بود که این اتفاق برای من هم میافتاد و نه برای من سخت نبود، چون متن خیلی متن روونیه و کارگردان خیلی کارگردان همراهیه و بازیگر مقابل من بازیگر بسیار منعطفیه، بنابراین خیلی کار سختی نبود. فقط باید متن رو زودتر حفظ میکردم که این سخت بود. والا به همه چی گیر میده جدیدن دیگه. مثلا آقا من عادت دارم وامنشو بزنم، وامنشو کنه مامزون وامنشو نشوریم دکتر مردی که وامنشو نشور چه مردی من بله نسبت شما. آره جان؟ بله وامن شد. آقا من این وامن شد رو 15 سال پیش میخریدم مثلا چند بود 17 و 250، تا الان که 75 و 800 دارم پولیش میدم من وامن شد میزنم. خوشم میاد از بوش، از رنگش، از استیلش، از بطریش ایناش، من خیلی خوشم میاد، خیلی باحال میکنم. چند وقت پیش رفته برای من یه اتکلون خریده 1400 والله برای پولش نمیگم. بوغنی ماهینی یه دکتر رو همگی بیه تو دخت خواب بزن، من بوغنی ماهی بزنم. کی برای کار موسیقیتون میاین کانادا؟ کار موسیقی چون ما گروه هستیم، گروه نوشه هستیم، انشالله که گروه نوشه دعوت بشه ازش و من با کمال میل به کانادا خواهم اومد دوباره برای اجرای موسیقی. خودم خیلی دلم میخواد و خیلی جالبه که اینجا خیلی زیاد این سوال از من شده که چرا با گروه موسیقی. Thank you.
بازیگر و غیره، کدوم رو خیلی به دلتون میشینه که انجام بدیم و لذت میبریم بیشتر؟ ببینید، طبیعتاً تو هر کدوم از این بخشایی که شما گفتین بهترینش جذابترینه. یعنی اگه پیشنهاد تلویزیونی خوب باشه نسبت به یک پیشنهاد مثلا تئاتر متوسط یا سینمایی متوسط یا ضعیف، خب طبیعتاً به تلویزیونی میپردازم. اما اگه همه در یک شرایط یکسان پیشنهاد عالی الان به من بدن، اولین انتخابم سینماست فعلاً به عنوان کسی که بازیگرم. دکتر، چند وقت پیش رفتم خونه، این کلید رو انداختم، در رو با کردم، دیدم تاریکی ظلمات. گفتم خدایا برق رفته، کنتور پریده، تولدمه. این سورپرایز این الکی بازی رو دیدم، نه تولدم نیم. شم قاعده لوبیا چیده رو فرش، فرش به درش در میاد بریزه رو فرش. با یه بدبختی حالا تو این هیریویری من رفتم جلو، عدل این شمع رد شو که برسی مثلا به چی، به کاناپه. یه موزیک هم گذاشته مرچی که فقط داد میزنه دفترانم تو رنجم. موزیکته، موزیک خوب تو اینه زن. با یه بدبختی خودمو رسوندم دم کاناپه، سه بار بد خوردم زمین، اومده بالا سر من جیغ و داد که چی؟ که تو سورپرایز رومانتیک منو به هم زدی. دکتر به بالا پول من روز که بوده میرم واسه بچه ها میگن چون تکرفت بد خوردم. من عشقم رادیو و تئاتر هست و موسیقی ورای همه عشقهای جهان برای من. رادیو و تئاتر برای من اولن، تلویزیون برای من آخرین هست. دوبله رو مدتیه که دیگه نتونستم انجام بدم، دیگه فرصتشو نداشتم. صدا پیشگی هم که تقریبا میتونم بگم فقط با گروه کلا قرمزی. خب گروه کلا قرمزی اگه به من همین الان بگه همین الان پیاده برگرد ایران کار داریم میکنی، من این کار خواهم کرد. بنابراین خیلی پاسخ به این سوال به صورت قطعی برام دشواره. موفق باشین، منتظر دیدنتون هستیم دوباره. خیلی ممنونم، متشکرم. امیدوارم که برنامه‌های بعدیمون هم همینقدر پرشور باشه، یعنی ما برنامه‌ای بتونیم ارائه بدیم، اجرایی بتونیم داشته باشیم که مردم دوباره اینجوری استقبال کنن. ممنونم. به قرآن چند وقت پیش رفتم کلید انداختم در و چردم دکتر فکرم فهم کنم سایه بس که این هر بوده شکل دوتر، این صبح یه شکل، شب یه شکل، قصه شکل. صبح من عادت کردم شب میخوابم زن من یه شکل، صبح بیدار میشم یه شکل دیگه، از قصه میام یه شکل دیگه، دوباره فردا صبح یه شکل دیگه. خب لامصب من هیچی، من به درک، این موم میسوزه میریزه کچل میشی ولا. آخه چی میاد رویه نمیدونم رویه چمیدونم بور بنفش کنه، آبی کنه، قرمز کنه، خب تو کچل میشی، من بدبخت باید 3280 ماهیانه پول ساناز گراتین بدم. کچل شدم، اینا اینا که میبینی اینا فیکه، بله اکزنشن بله دسترس آها بله رضا کرد رضا با من حرف نمیزنه، وقتی حرف میزنه فقط قج حرف میزنه. دکتر از 20 فرسخی چله ابریشم با 5 تجهیز میده، یعنی فرش رو هوا پن نکرده، پشت رو بهت میگه این فرش چه گوسفندی تو کدوم گذر رو، چه علفی کوف کرده، چه فرسی جفتگیری کرده، نمیدونم پربار شده، قلمبه شده، پشمش شده، این عیبه یه برم که پشمش شده. خانم بختیاری، دوست دارید همیشه کار کمدی انجام بدین؟ یعنی ترجیح میدین کار کمدی رو؟ نه، من الان 2 سال 3 سالی هستش که در سینما بیشتر قالبای درام رو دارم تجربه میکنم و کار کمدی شاید بگم 2-3 تا کار کردم، گرچه بیشتر پیشنهادام کمدیه، ولی واقعا 12 تا کار کمدی رو من امسال رد کردم در قالب تصویر و تئاتر. منتها ما برای اجرای نمایش خارج از کشور
احساس کردیم که بیشتر راغب هستن که کار کمدی بیاد اینجا و به همین دلیلم من سعی کردم که به هر حال توی کاری که کمدی هست حضور داشته باشم، مضاف بر اینکه هم مردم دوست دارن، همین که لحظات خوبی رو حالا کنار مردم هستیم، حالا بعد از این همه سال که اومدیم یه کار درام مثلا تلخ نیاریم. و فکر میکنم که پوری سالن و ازدحام مردم نشون داد که طرفدار کار کمدی اصولا بیشتره. دکتر جان اصلا ببین شما از من زن فولاپشنتر پیدا میکنی؟ به خدا که نمیکنی. دکتر یه زنی از هر انگشتش هنر بریزه، ماشاءالله چه جبرو قیافه منش مزدک خونه باده، از هر چی شما بگی من دارم، ظاهرم هم که قربونتون برم معرف حضورتون هستم. من از مردم در واقع فارسی زبانان ایرانی در مونتریال و در کانادا تشکر میکنم که به دیدن نمایش شبکاری نشستن. نمایش ما نمایش سختیه علارغم اینکه به نظر میرسه نمایش راحتیه، یعنی دو نفر نشستن ریتم و ضرب آهنگ به شدت باید رعایت بشه که بیننده خسته نشه و ما سعیمونو کردیم که این اتفاق نیفته با توجه به تعویض بازیگری هم که داشتیم و خیلی کارمون سخت شد. خوشبختانه خانم صحرا فتحی که کارگردان نمایش ما هستن به شدت از عهده این کار بر اومدن، خانم مدرنیه، خانومیه که به شدت ریتمو میشناسه و من دوستان خیلی خوب منه، از کارگردانای خیلی خوب ایرانه و تهیه کنندگان خوبمون در ایران. و یک تشکر دیگه هم از آقای فخاریان عزیز و همینطور آقای محمد راده عزیز دارم و از این رسانه هدهد که برای اجرا شدن این نمایش خیلی تلاش کردن که همه چی پرفکت باشه. ما هم تلاشمون این بود که مردم راضی از سالن برن و دیدیم خدا رو شکر راضی هستن. حالا به هر حال که به هر حال نقایص هم برای همه کار هست با توجه به اینکه این اجرای دوم ماست و ولی خب خدا رو شکر دیدیم که مردم راضی هستن. حالا من توی مردم بی صداقتی یا صداقت رو میفهمم، کسانی که با من صحبت کردن با صداقت کامل احساس کردم که راضی هستن. از شما هم ممنون، از تلویزیونتون تشکر میکنم و امیدوارم همونطور که آقای احسان کرمی فرمودن شرایط طوری بشه که ما بتونیم یه تئاتر شهر در کانادا داشته باشیم و بتونیم به طور مشترک با فارسی زبانان محترم مقیم کانادا اجراهای مشترک با بچهای ایران داشته باشیم. ان شاءالله که این اتفاق بیفته. متشکرم. تو 6 سال پیش مثلا یه دامن کوتاهی می‌پوشیدم، یه موی بابلیت می‌کشیدم، تو خونه راه می‌رفتم اینا اینجوری نگاه می‌کردم گفت جون خوشم میومد. بله هر مردی می‌گردن یه خوشش میاد. آشان موقع نمیگه بزنه جون؟ نه اون میگه جون. آخه مردی که بزنش جون نگه مرد نیست بکنم. آره همه اینو میگفت دیگه جون میگفت خوبی خوشم. اما الان اصلا متوقف شده دکتر، این دریاچه ارومیه متوقف. خوش اومدیم به مونتریال خانم فتحی. مرسی عزیزم. مرسی، ممنون شما خوش اومدید به تئاتر ما. متشکرم. چطور دیدین اجرا رو؟ واقعا دارین میبینین دیگه تماشا عزیزم، خیلی خوش اومدید. مرسی تماشاگرای قشنگ که تشریف آوردن، انقدر خوب حمایت کردن تئاتر ما رو و من واقعا ممنونم ازشون. از همینجا از این رسانه‌ای که شما دارین ازشون تشکر می‌کنم. فکر می‌کنم که اصلا سپورت کردن یه همچین اتفاقی توی این شرایطی که مردم دارن خیلی کار سختیه و همین که دل دادن و این کارو کردن، هزینه پرداخت کردن، هم مالی هم تایمی و هم این همه انرژی خوب به ما دادن، برای من خیلی قابل احترامه و من خیلی ازشون تشکر میکنم. میتونم ازتون بپرسم که این چندمین کاری هست که کارگردانی کردین؟ فکر کنم مثلا الان نمیتونم اصلا بگم، شاید هفتم هشتم، چون من کارگردانی خوندم و بیشتر بازیگری میکنم ولی اخیرا دارم هم کارگردانی میکنم هم تهیه کنندگی. اما آخرین کاری که اینجا توی کانادا ما اجرا رفتیم تئاتر دکلوره بود که فکر میکنم برای 3 سال پیش بود توی مونتریال که خیلی اون موقع هم استقبال خوبی شد. من واقعا سورپرایز میشم همیشه از مردم مهربون و هنر دوست مونتریال که اینجوری حمایت میکنن ما رو. مرسی واقعا. جایگزینی آقای درخشانی با آقای کرمی براتون مشکل بود؟ ببین مشکل که نبود، به خاطر اینکه آقای کرمی خیلی میتونم بگم
عجیب و غریب خودش رو رسوند به این نمایش. یعنی انقدر درست تمرین کرد، انقدر فشرده و انقدر دل داد که اصلا من احساس میکردم از همون ابتدا انگار داشتم با احسان کرمی تمرین میکردم، اینقدر خوب جایگزین شد. و خودش خیلی تلاش کرد، خیلی کوتاه، من بیشتر از 5-6 جلسه نتونستم باش تمرین بکنم و به نظرم فوق‌العاده خودش رسون. خیلی جدا از این که من نمیدونم، خیلی کامنت ها داشتم که مجریه، نمیدونم چی خونده، چه رشته‌ای بوده، چه شکلی بوده، همه جا هست. اصلا این حرفایی که من در مورد ایشون میشنوم به نظر من اتفاقا از آرتیست بودنش، از درجه یک بودنش. و همه اینها رو اگه من کنار بذارم، یعنی نمیتونم بگم چه اخلاق وصف ناپذیری دارن ایشون توی سفر، توی همراهی، همدلی. و این باعث شد که به نظر من خیلی سریع جایگزین بشن، به بهترین نفت دیده بشن و فکر میکنم مردمم خیلی دوست داشتن. واکنشا که فوق العاده بوده، یعنی همه تعجب میکنن، میگن اصلا مگه میشد کسی غیر از احسان کرمی باشه؟ برای همه جالبه. و من واقعا خدا رو شکر میکنم که تونستم با این سرعت این جایگزینی رو انجام بدم و خدا رو شکر ریاکشن های خیلی خوبی هم گرفتم. من چند وقتی پیش به طور تصادفی اومدم خونه ژاله خانم، قهر رفته بود، تلویزیون رو روشن کرده، دیدم یه خانم محترم، محجبه، معقوله، وجیهه، نشسته جلوی دوربین داره در مورد چی صحبت میکنه؟ فلسفه شوهر داره. چی میگفت؟ میگفت خانم محترم، آقایی که سر کار میاد خسته، شما یه تش بزنید. یه خوره مثلا هله گلابی، یه خوره مثلا دارچینی، یه خوره مثلا خوره نارگیلی، خوره کاپوی چیزی بریز و گل محمدی پای آقایی رو بمانه. آقا من نمیخوام تو پای منو بمانی، ولی خسته مرده میام یه لیوان شربت هله گلاب چه میتونی بری دست من؟ اینه فلسفه شوهر داری؟ بی سواد از مردم مونتریال تشکر میکنم و امیدوارم توی اتفاقهای بعدی اگه من باشم، اگه از طرف گروه من باشه، یا اگه تئاتری از سمت من باشه و حتی اگر نباشه از سمت بچه‌های دیگه، دوستای دیگه حمایت بکنید، به خاطر اینکه به عشق شما و حمایت شما ما میایم اینجا. یعنی به عشق اینکه بریم و برای هموطنا و دوستا و تماشاگرامون توی شهرهای مختلف و کشورهای مختلف اجرا بریم. اگر که عشق شما و همراهی شما نباشه چه اتفاقی نمیفته. مرسی عزیزم، مرسی واقعا. من از همه تشکر میکنم، مرسی از اینکه ما رو حمایت کردین تو این شهر. من میدونم چقدر سخت اینجا این اتفاق، میدونم چقدر زحمت کشیدم و ممنون از اینکه همراهمون بودید. متشکرم. من چند سال پیش اینجا تئاتر دکلوره رو اجرا داشتم، نمیدونم آیا دیدید یا نه. و مرسی از اینکه باز دوباره این تئاتر رو حمایت کردین. گفتم روشن نکن. مرسی از اینکه باز حمایت کردین و امیدوارم تو تئاترهای آینده هم ببینیمتون. اگر شما نباشید ما نمیتونیم اینجا واقعا وجود داشته باشیم روی صحنه. ممنونم از بهنوش بختیاری به خاطر حمایتاش، به خاطر وجودش، به خاطر عشقش، افتخارش. امیدوارم از این گزارش لذت برده باشین. تا گزارش بعدی، خدا نگهدار.
این اجرا در شهر مونتریال آقای محمد راد از رسانه هودهود لطف کنم تشریف بیارن روی صحنه به افتخارشون و آقای علیرضا فخریان از آنکه رمی مرسی همه باشیم و واقعا من ازشون ممنونم و تشکر میکنم. مازیار چراغی عزیز توی نور و ستاپ کردن به من کمک کرده. اونجا سرش ممنونم. حمید فرزانه همینطور افتخارش و شادی حمیدی عزیز که گیریم رو انجام دادن. مرسی ازشون. ما انوانهای ویژه‌ای داریم که من دوست دارم ازشون تشکر بکنم. استاد بزرگ استاد نظام کیایی عزیز بین ما هستن. خواهش مرسی از اینکه باز دوباره این تئاتر رو حمایت کردید. گفتم روشن نکنم. مرسی از اینکه باز حمایت کردید و امیدوارم تو تئاترهای آینده هم ببینیمتون. اگر شما نباشیم ما نمیتونیم اینجا واقعا وجود داشته باشیم روی این صحنه. ممنونم از بهنوش بختیاری به خاطر حمایتاش، به خاطر وجودش، به خاطر عشقش. به افتخار خانم فتحی بگه از خودشونه نه فقط به عنوان تشکر چند کلمه میخواستم بگم ازتون. خیلی ممنونم از حمایتتون. یه همچین تعدادی ماشاءالله خیلی عجب و غریبه نمیتونم. بنابراین همین ازتون خیلی ممنونم که اومدید. امیدوارم که دوباره برگردیم با نمایش‌های دیگه. اصلا شاید بیم یه تئاتر شهر اینجور بزنیم. و خیلی دوستتون دارم. خیلی خیلی این اجرا به من چسبید فقط به خاطر انرژی ناز شما. قربونتون.